نیکی محجوب همکارم از لندن با ما همراه شد. نیکی، در چند روز گذشته میدیدیم که مردم در شبکه‌های اجتماعی چطور با علاقه وضعیت پیروز رو دنبال میکردن و نگران از این اتفاقی بودن که حالا افتاده. چی بیشتر میدونیم در این مورد؟ برگردیم به 11 اردیبهشت اینم، وقتی که پیروز به وسیله یک اقدام غیر کارشناسی سزارین شد، مادرش که یوزه به نام ایران هست دوبار بهش کتامین زدن. در نتیجه وقتی این ماده به هوش اومد، سه تا توله‌ای که به دنیا اومده بودند، یعنی به همراه پیروز دو برادر دیگرش رو نپذیرفت. وقتی توله ها پذیرفته نشدن توسط مادر، اولا نمیتونستن شیر بخورن. پیروز شیر مادر نخورد، آنتیبادی نخورد، دو تا برادرش تلف شدن، پیروز موند. باز به خاطر اینکه بدون بررسی دقیق، بدون انجام آزمایش‌های دقیق، اومدن شرایطی که برای پیش اومده بود بهش آنتی بیوتیک دادن، آنتی بیوتیکی که توی اون دوره به گفته کارشناسان اصولی، نه این افراد غیر اصولی که در محیط زیست رفت و آمد دارن، سازمان محیط زیست الان جولانگاه افرادی شده که عمدتاً کارشناسانی هستند که کار دقیق رو یاد نگرفتن. کارشناسان اصلی یا زندانند یا ممنوع کارن. برگردیم به قضیه پیروز. خب پیروز اون آنتی بیوتیک رو خورد، براش هی مشکل ایجاد شد. یک، در حال توی این شرایط، توی این 10 ماه مدام خبرهای می اومد از اینکه یه بار حالش بد شده، یه بار غذا نخورده، بعد یبوست گرفته، نارسایی کلیه داره، دیگه اینقدر شرایطش وخیم شد که بستری شد، بعد اعلام کردن ما دستگاه دیالیز حیوانی نداریم، بعد دوباره اعلام کردن نمیتونیم این کارو انجام بدیم. و به اینجا رسیدیم، به این اتفاقی که ما امروز متاسفانه دیگه پیروزی رو که برای خیلی از مردم ایران نماد امیدشون بود برای رسیدن به آزادی رو از دست دادیم. مشکلی که وجود داره اینه که معاون سازمان محیط زیست 26 آبان اومده گفته که نمیخوایم اعتبار، انرژی، هزینه بیش از این برای پیروز صرف بکنیم. خیلی از فعالای محیط زیستی الان میپرسن خیلی خوب پیروز تلف شد، این اعتبار و این انرژی که نمیخواستین صرف بکنین و الان میخواین صرف چی بکنین؟ کاوه مدنی توی واکنشش به مرگ پیروز اومده توییت زده که بدرود پسر خوب ایران، فراموشت نمی کنیم که در دورانی سرشار از ظلم و غم و اندوه، عشق و شادی و لبخند و برای یک ملت برمغان آوردی. یادمونم نره که کارشناسایی که داشتیم از سال 2001 با سازمان ملل و سازمان محیط زیست داشتن فعالیت میکردن برای نجات یوز، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی و بقیه فعالان محیط زیستی که الان در زندان هستند، بچه هایی بودن که داشتن بدون هیچ چشم داشتی کار میکردن شبانه روزی، به زندان افتادن. و وضعیتی که ما الان در محیط زیستمون داریم مثل خیلی از شرایطیست که در جاهای دیگه دیده میشه. پیروز تنها موردی نیست که متاسفانه از دست رفت. روز گذشته یه ادعای مطرح شد در مورد باردار شدن مجدد ایران مادر پیروز، چیزی که کارشناسای محیط زیست که میگن ممنوع کارن در موردش این واکنش رو نشون دادن که هنوز چیزی مشخص نیست. این خبرها که داده میشه، این نگرانی ایجاد میشه که جمهوری اسلامی حتی توی موضوعات تخصصی تلاش میکنه لاپوشانی بکنه تا آن وضعیت فاجعه‌ای رو که در پیش رو داریم کمتر در موردش صحبت بشه. خب نیکی، واکنش مردم به این اتفاق چطور بوده در شبکه‌های اجتماعی اگر دنبال کرده باشه؟ خیلی گسترده زینب. ببین، از همین جوری که دارم الان نگاه میکنم بخوام بهت بگم، ببین الان پیروز تا 10 دقیقه پیش جزء ترندای هشتگای فارسی بود. آدم ها با هر واکنشی که تونستن انجام بدن، یکی اومده نوشته پیروز کشته شد، یکی اومده، خیلی ها اومدن به اون برای پیروز و احتمال انقراضش شعر شروین اشاره کردن، خیلی های دیگه اومدن واکنش های سازمان محیط زیست و مخصوصا خبرنگارای این حوزه اومدن اسکرین شات گرفتن که تو دوره های مختلف، ماه های مختلف سازمان محیط زیست چه واکنشی نشون داده و الان ما به کجا رسیدیم. از اون طرف اومدن اشاره کردن به بازداشت هومن جوکار که از حامیان اصلی پروژه های یوز بود، کارشناس بود، سالهای سال بود داشت کار میکرد و الان در زندانه و حتی با همین ادعای عفوی که مطرح کردن مقامات جمهوری اسلامی هنوز آزاد نشدن این فعالان محیط زیستی.